میلیون ها میلیون ها میلیون ها گل روز، تو آینه تو آینه خودتو ببین. میلیون ها میلیون ها میلیون ها گل روز، تو آینه تو آینه خودتو ببین. کی میدونه که حتما میخوای بگی بعض روانی فرمانده خیلی بده، پاک زده به سرش، درسته؟ درسته. خیلی خوب، حداقل یه آهنگ با هم بخون. راستش این آهنگی که درباره گل روزه رو دوست داشتم. جدا؟ ولی تو چند ماه پیش. وضعیت چطوره دزگیت؟ ما آماده این حرکتیم، سیستم داره کار میکنه. قبلا فشار 830 بود، الان 730. بسیار خوب، طبق برنامه پیش میریم. خیلی خوب، پس برنامه اینه، مشکل رو حل میکنیم و بعدش برمیگردیم خونه. من با آسانسور میرم خونم و لباسامو در میارم و مستقیم میرم به طرف اتاق نشیمن. بعدش هم میرم به طرف عموم و آب داغو باز میکنم. بعدش هم آب سردا، فقط یکم. بعدش میرم تو وان عموم. وقت یکی در خونه رو میزنه و در رو باز میکنم، میبینم که پیتزا آوردن. تو چی؟ من میرم رستوف. رستوف برای چی؟ کار دارم. نمیدونم میخوای بری پیش کسی یا اینکه ماجرا چیز دیگه است. میتونم بدونم؟ دما 23 درجه است. دستور رهاسازی هوکو بدین. باشه دزگیت. هوک باز شد. برای بررسی از ایسکا فاصله گرفتیم. دی پی او داره دور میشه. ارتباط قطع شد. وضعیت ایسکا رو بررسی میکنیم. باشه. خیلی خوب، میرم توی وان دراز میکشم، بعدش حوله رو آماده میکنم و عطرم میذارم دم دستم. بعد یه لباس درست حسابی میپوشم و بازنم صحبت میکنم که ما 14 ماه میریم کنسرت دیکی، اون وقت خیلی عالی میشه. بعدش هم همه با هم میخونیم میلیون ها میلیون ها میلیون ها گل روز. چه کوفتی بود؟ نمیدونم، شاید عرشه نشت کرده. من که چیزی نمیبینم. از پنجره نگاه کن ببین چیه. زود باش برو دیگه. زود باش دام. زود باش دیگه، به زودی وای میستیم. به خیر گذشت. کاستیا،
خیلی طول میکشه. سلام، روزتون بخیر. سلام، عصر بخیر. خیلی خوب، میتونیم شروع کنیم. خب، موضوع که کاملا مشخصه، بهتر از بخش اولیه بگذاریم و بریم سر سوال. آله. شما که اعتراضی ندارین، میدونین که هر چقدر زودتر تمومش کنیم به نفع هممونه. من عجله‌ای ندارم. منظور چیه؟ تاتیانا یورفنا، ما با شما دشمنی نداریم، همه از روش های شما مطلعن. کسی شما رو یه فرد سالم نمیدونه، اون متهم به هیچ نوع آزار و اذیتی نیست. با این حال چند تا مشکل مهم وجود داره. شما باید همه چیو با دقت بررسی کنین، ولی این کارو نمی کنین. من باید همه چیو بفهمم. اونم با خفه کردن بیمار. فقط چند دقیقه اکسیژن وارد ریه‌هاش نشد. بیماریش اشتباه تشخیص داده شده و درمان معمول هیچ نتیجه‌ای نداره. تازه از دستگاه جدا شده بود و شما کردینش زیر آب. اون پسر فقط 17 سالشه. مادرش دو هفته از حالش خوب شد و الانم داره از سازمان شکایت. سر هیستریکال شدید باعث مشکلات بزرگی میشه. من درمانو متوقف کردم. اگه همینطوری ادامه بدین اوضاع بدتر میشه. ببینین خانم یورفنا، یه سوء تفاهمی پیش اومده. پس بذار شرایطو براتون توضیح بدم تا رفع بشه. شما دو راه بیشتر ندارین. پس بهتر اعتراف کنین و اخراج بشین. این محاکمه فقط جزء سابقه شما محسوب میشه. وگرنه پرونده رو برای رسیدگی به دادگاه منتقل میکنیم. چاره ای جز اعتراف به ارتکاب جرم ندارین. من هیچ کار اشتباهی انجام ندادم. تاتیانا یورونا، میتونم با اتون صحبت کنم؟ من جلوی کمیته به سوالات جواب دادم. من از وزارت بهداشت نیستم، در واقع من مخالفشونم. من سمیرا دوف هستم و به مشورتتون احتیاج دارم. شما احتیاج دارین یا کل تیمتون؟ واسه یه بیماره. میخوام همراهم بیای، ازتون چند تا سوال دارم. خب، دو هفته دیگه قبل از اینکه تعلیق بشه بیارش تا با هم صحبت بکنیم. دلم میخواد اما ممکن نیست. ایشون نمیتونن بیام، واسه همین باید شما رو ببرم پیشش. اومدی سوال بپرسی یا به هم دستور بدی؟ من به دستور دادن اعتقادی ندارم. انسان با توجه به ساختار و سطح هوشیاریش وقتی تحت فشار باشه مغزش کمتر کار میکنه. خیلی جالبه، این ایده زد شرابی نیست؟ شاید، ولی من سیاستمدار نیستم. من و شما از نظر فنی همکاریم. من یه مؤسسه شخصی دارم. شما تنها کسی نیستین که به روانشناسی علاقه داره. فکر میکنم از این پرونده خیلی خوشتون بیاد. اگه اشکالی نداره خودم شما رو میرسونم و بابت محاکمه هم تمام مشکلاتتون حل میشه. بهتون قول میدم. ما در ارتفاع 3000 پایی قرار داریم. وضعیت هوا بارونیه. بفرمایین. این اطراف رستوران خوبی پیدا نمیشه و متاسفانه تنها چیزی که برای خوردن پیدا میشه همینه. پس لطفاً تعارف نکنیم. اگه پرونده همراهتونه مایلم بخونمش. متاسفانه پرونده همراهم نیست. خودم میتونم جزئیاتشو بگم. اخیراً یه سفر رفتم قزاقستان. چیزی از سقوط هرمیت چهار شنیدی؟ آره شنیدم. ما مجبور شدیم خبر مطبوعات رو دستکاری کنیم. روز قبل فرود ارتباط بین من و خدمه قطع شد. پس میشه مطمئن بود که اتفاقی واسشون پیش اومده. بیمار ما فرمانده وشکیانوف کنستانتینه. اون دچار فراموشی شده. قرارداد عدم افشا اینجاست یا وقتی رسیدیم باید امضاش کنم؟ عدم افشا؟ بیاین اینجوری فرض کنیم که فضا نوردمون علاوه بر فراموشی مشکل دیگه ایم داره. مثلا دیوونه شده. خب، مردم شوروی و قهرمانان ملی نباید بدونن که اون دیوونه است.
شما به 90% ساختمون دسترسی داره و هر جا که بخواین میتونید برید. اجازه ورود به مناطق ممنوعه بعداً بهتون داده میشه. با هر شماره و با هر ضربه مترونوم احساس نوازش خیلی آرومی میکنی. گرمای آرامش بخشی تو بدنت شروع به پخش شدن میکنه. اونا ما رو میبینن؟ 3 چای میخوره یا قهوه؟ تیم من کل روز اینجا بودن. 4 یه چای لطفا. 5 کم کم احساس سرسبکی میکنی. الان داخل سفینه. من تو سفینم. الان چی میبینی؟ یه چیزی خیلی بزرگه. آبی یه تیر است. نهنگه. نه نشد. نه دوباره. از اول اسم و مقامت را به هم بگو. روبرت دوال. ارتش بود. روبرت دی دوال. داری شوخی میکنی؟ دکتر خوابم برد. کنستانتین سرگوویچ، اگه کمکم نکنی هیچ پیشرفتی نمی کنی و نمیتونم نتیجه ای بگیرم. یان لیندوویچ واسه ماموریت های فضایی افرادی که سلامت روانی خیلی خوبی دارن و انتخاب میکنن. متاسفانه من هیپنوتیزم نمیشم. این یه توهینه. اونو هم میبرم. یان لیندوویچ ریگل، ایشون رئیس مؤسسه کوچیک ما هستن. خیلی خوشبختم. من نبودم. مزخرفه. جناب کلونل، آرچنکو چطور زنده است؟ اگه گناهکارم محاکمم کنید، اگرم نیستم آزادم کنید. شنیدین چی گفتم؟ حالا که اینطوریه اعتصاب قضا میکنم. حالا از من چی میخوای؟ اول از همه میخوام نظرتو درباره وضعیتش بدونم. خدای بزرگ، یه عضو جدید داریم. سمیراتوف اعضای تیمش رو تغییر داده. سلام، من تاتیانا یورونا. سلام عرض شد. جناب کلونل، این بهتره. از دست ریگل میخواستم از دیوار برم بالا. چای میخوری؟ واسم چای آوردی؟
قبلا ندیده بودمت. من تازه اومدم اینجا، اونا منو واسه ارزیابی آوردن. مال توه؟ بله، همیشه همراه همه. اینجا مثل زندان، اما میخوان یه حالتی مثل فضا درست کنن. میتونی وسایل تو همراه داشته باشی؟ به این بگو چه اتفاقی افتاد. دوباره؟ اول لباسامو پوشیدم، آماده پرواز شدم و بعد پرواز کردم. بعدش فرود اومدم. بعد از اون دیگه چیزی یادم نمیاد. جزئیاتشو گفتم تو پرونده. از سالا خوندیش یا نخوندی؟ هنوز نه، ولی قطعا نمیخونمش. تاتیانا یورفنا، ببخشید که اینو میگم، تو اینجا حق تصمیم گیری نداری، درسته؟ درسته. پس نمیتونی من از اینجا خلاص کنی؟ نه، اما میتونم کمکت کنم. خیلی خوب، بهت میگم چی کار کنی. وقتی برگشتی مسکو با مادرم تماس بگیر. 360-723-440، اسمش لیدیا سرگیوناس. میخوام بهش زنگ بزنی و بهش بگی حالم خوبه. یادت نره بهش چی گفتم. حتما تا الان نگرانم شده. خیلی خوب، بس بهتره بری خونه. من حالم خوبه، مثل یه فضانورد سالمم. نگران بیرون رفتنم نباش. من از زمین رفتم، از اینجا هم میرم بیرون. معذرت میخوام. از آشنایت خوشحال شدم. میخوای آزمایشش بکنی یا نه؟ این کارو کردم. اون دچار افسردگی حاد شده. حساسیت انگشتاش ناچیزه. گیرنده هاش از کار افتادن و احتمالا عصبای بیرونی آسیب دیدن. با توجه به اینکه اینجا نگهش داشتین، باهاش مثل که زندانی رفتار میکنیم. در این صورت همه چیز عادیه. مطمئن باشین اگه همه شادی بود میذاشتیم بره. ولی به نظر میرسه قرار نیست عادی بشه. خیلی خوب، من اجازه دارم که برم. فضانوردمون به کمک احتیاج داره. باشم، هلیکوپتر فردا میرسه. تاتیانا یورفنا رو تا اتاقش همراهی کنه. اینجا توی روستا وعده غذا میدن. متشکرم، اما من فقط امشب اینجا میمونم. با اجازه سمیرادوف میتونی بری، اما متاسفانه فعلا همچین اجازه ای نداری. فردا اجازه میده. صاف نگهشدار. اینا کیه؟ واحد ویژه زندانی ها. اونا کارای ساختمونی رو انجام میدن. اتاق 108 آخر راه روه. نمیشه نزدیک پله ها باشه، من زود بیدار میشم. جز تو کسی اینجا نیست. میخوام با موسکو تماس بگیرم. فقط تماس‌های داخلی. برای تماس‌های راه دور باید جناب سمیرادوف اجازه بده. که اینطور، ممنونم.
متشکرم. برو پی کارت. شما هنوز نخوابیدین؟ عالیه. شما کی غذا خوردین؟ گرسنم نیست. آخرین بار کی شام خوردین؟ یادم نیست، حدوداً 4 سال پیش. میخوایی برای از نزدیک ببینیش؟ اما مطمئنم زمینی نیست. میشنیاکوف چه شده؟ نمیدونم، جز این کنجونور رفته تو بدنش. اون موجود توسط حامل شاسیب دیده، حالا هم از بدن اون استفاده میکنه و میاد بیرون و برمیگرده. خودش میدونه، از چیزی خبر نداره. چی؟
همونطور که میدونی ما نمیدونیم تو فضا چه خبره. ما دو نفر فرستادیم اما سه نفر به زمین برگشتن. فضا نبرد دوبام کجاست؟ مرده. چطوری؟ مثل قهرمان. بهت گفتم که از پرونده خوشت میاد. گوشوان، این وظیفه منه که بفهمم تو فضا چه خبره. کار تو هم اینه که اون دوتا رو از هم دیگه جدا کنه، یا اینکه قرار دادم افشا رو امضا کنه یا برگردی خونه. میشه بگی چرا منو واسه این کار انتخاب کردی؟ من نظامی نیستم، هیچ وقتم تو همچین پروژه‌ای کار نکردم. فقط به یه دلیل، به خاطر قضیه اون پسره. یکی رو میخواسته که اهل ریسک باشه. ببین، روش های توی من ربطی نداره. تاتیانا یوروونا، من ازت نتیجه میخوام. من همه چیز رو دیدم، تو اونو نجات دادی، تو رو فرستادم اون، تو نجاتش دادی. لطفاً دوباره هم این کار رو بکن. تو یه قهرمان رو نجات میدی، میدونم که کار تو بلده. تمام عکسای لحظه فروتی بشنیاکوف و همینطور اظهاراتشو میخوام، به علاوه یه نتیجه تحقیقات و دوتا جلسه یک ساعته. بعد از فرود وشنیاکوف اونو به بازپروری فرستادن. شب اول اون موجود اومد بیرون و به پرستار رو حمله کرد. به دلایل امنیتی ما اونو آوردیمش اینجا. راه امنی واسه جدا کردنشون هست، ولی ما هنوز پیداش نکردیم. انگل و وشنیاکوف ارتباط فوق‌العاده‌ای با هم دارن. سعی کردیم از هم جداشون کنیم، ولی علائم حیاتی وشنیاکوف سریعاً افت کرده. اون موجود فضایی خیلی خوب با وشنیاکوف هماهنگ شده. در این حال توانایی فیزیکی وشنیاکوف پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته. تنها دو روز بعد از حادثه وشنیاکوف بهبود کامل پیدا کرد. طول اون انگل 30 سانتی متره و تو شکمش قرار داره و باعث شده معده وشنیاکوف تا 30% از حد معمول بزرگتر بشه و موقع بیرون اومدن یه چیزی مثل سم تولید میکنه. در همین حین عضلات وشنیاکوف سست میشه و اونو از پا میندازه. وقتی به اون موجود اکسیژن کافی بدی تا 50 سانتی متر رشد میکنه و با همون اندازه وارد و خارج میشه. اندازه سر و قطر اون موجود مدام در حال تغییره. اون میتونه تا ساعتها تو بدن وشنیاکوف بمونه. زمان بیرون اومدنش همیشه ثابته، بین 2:40 تا 3:10 صبح. کافیه کنستانتین سرکویچ. بازم میتونم. پیشنهاد میکنم بعد از اون حادثه به خودت فشار نیاری. هرچند به ایچ عنوان نمیشه روند بهبودی تو نادیده گرفت. الان حالت چطوره؟ خوبم. یکم گلو درد دارم، فکر کنم سرما خوردم. اگه حالت خوب نیست به ریگل بگو. خب فردا میبینمت. خسته شدی؟ برین استراحت. پسر وشنیاکوف کجاست؟ کجا میتونم پیداش کنم؟ تا جایی که میدونم تا وقتی مادرش مرد تو روستوف زندگی میکردن. الان فقط همین نظرتو جلب کرده؟ مگه دیروز ندیدی با چی روبرو هستیم؟ اون موجود چی میخوره؟ هرچی که وشنیاکوف میخوره.
تو یه موضوعی رو مطرح کردی و منم نمیخوام مزاحم کارت بشم. مانع گرفتن جایزه نوبلت نمیشم. به آزمایش ها، عکس ها و ویدیوهای بیمار دسترسی داری. اگه چیزی لازم داشتی میتونی به جناب سمیرادوف بگی. خیلی خوب. سلام یتیم خونه. دنبال یه پسر 7-8 ساله با فامیلی یه وشنیاکوف میگردم. البته شاید این فامیلیش نباشه. چیکار داری میکنی؟ کجا داری میری بچه؟ وایسا ببینم. یه لحظه تنهات گذاشتم. کجا میخواستی بری؟ میدونی که مارگاریتا میخالوف میخواد باهات چیکار کنه؟ چرا لال وایسادی؟ دارم باهات حرف میزنم. برو تو اتاقت. میلیون ها میلیون گل راز تو آینه، تو آینه، خودتو ببین، خودتو ببین. خوندنمو دوست نداری؟ ببخشید، اونقدر خوش صدا نیستم. یه چیزیو میدونی، همکارم آواز خوندن تو فضا رو خیلی دوست داشت. اتفاقات زیادی تو فضا افتاد. مثلا چی؟ چیز خاصی نبود، مهم این بود که میتونستی آواز بخونی. میلیون ها میلیون ها گل راز. چیزی نظرتو جلب کرده؟ مگه نه؟ واسه همین به میل خودت اومدی، درست میگم؟ اونی که منو آورده اینجا فکر میکنه تو دیوونی. منظور چیه؟ فکر میکنن تو همکار تو کشتی. چی کار داره میکنه؟ موقع فرود اتفاقی واسه آرچنکو افتاد که منجر به مرگش شد. میگن شاید تو کشتیش. جناب سمیرادوف میگه یه قهرمان دیوونه مثل تو نمیتونه وارد جامعه بشه. عجب، یعنی من هم قاتلم و هم دیوونه؟ آره؟ البته همه قاتلا شبیه دیوونه ها نیستن. خوب گوش کن دکتر، تو آدم عاقلی هستی، درسته؟ من چندین سال واسه این سفر تمرین کردم، خوب پیش نرفت و من یادم نمیاد چه اتفاقی افتاده. با این حال اونا منو تو اتاق ضد گلوله نگه داشتن. میشه توضیح بدی چرا منو حبس کردن؟ میشه یکی اینو توضیح بده؟ من نه جاسوسم نه آدم وحشی هستم. تو کی هستی؟ منظور چیه؟ تو کنستانتین سرگویش وشنیاکوف هستی؟ کی هستی؟ پروندهمو بخون. من قهرمان ملی شوروی هم. متوجه نمیشم، اما قهرمان کسیه که به خودش بم میبنده و میره سیر تانک. تو کابین سفینه جات کاملا امنه و فقط تا چند هفته گجا میشینی. با این کار چطور قهرمان میشی؟ منظور چیه؟ آرستی حرف پرونده شد. چرا حضانت پسرتو نگرفتی؟ بیا دربارش حرف بزنیم. تو از مادر بچت جدا شدی و بعد از مرگش میتونستی حضانتش رو به عهده بگیری. اون موقع هنوز عضو اصلی تیم فضانوردی نشده بودی. مطمئنم اگه اسم پسر توی پروندت میخورد به نفعت نبود. برای همین پسر تو روستوف توی یتیم خونه هست، درست نمیگم؟ خب منم بدون پدر بزرگ شدم. این جلوی قهرمان شدنم رو گرفت؟ قهرمان و بچهشون رو بل نمی کنن. گوش کن تاتیانا یورفنا، تو زن خیلی زیبایی هستی، اما الان ترجیح میدم به جای تو رگل اینجا باشه. ممنون، جلسه دیگه تمومه.
تو زده به سرت؟ کی بهت اجازه داد همچین کاری بکنی؟ بهتره همچون سریعتر وضعیت هورموناشو بررسی کنید. چه کنیم؟ واکنش دیروزش یکم برای من عجیب بود. شاید به خاطر سطح هورموناش بوده. من میخواستم ببینم اگه از نظر احساسی بهش فشار بیاریم شاید مشکلشو پیدا بکنیم. با آزمایش امروز فهمیدیم که هرچی ورشنیاکوف میخوری به بدن اون موجودم منتقل میشه. حتی اگه فتوسنتزم بکنه بازم هیچ ربطی به ماموریت ما نداره. ما میخواییم اونها رو از هم جدا بکنیم. جناب سمیرادوف، باید ورشنیاکوف رو به یه بیمارستان شبانه روزی منتقل کنیم و ترتیبی بدیم تا با مردم عادی ارتباط برقرار بکنه. این باعث میشه به حقیقت نزدیکترش کنیم و یا حداقل که زندگی معمولی واسه شبیه سازی کنیم. مروی چشم. این چیه؟ به خاطر خوشرفتاریه؟ اعضای کوبایی حزب کمونیست شوروی با سازمان ملل به توافق رسیده. این اتفاق بزرگ یک پیروزی برای مردم و تمام ملت شوروی. از این بابت تشکر کردند. در رابطه با اتفاقی که اخیراً برای فضانوردها افتاده، خبر خوبی به گوش میرسه. ظاهراً هر دو فضانورد به روی کره زمین فرود آمدند. این دو قهرمان که مدت زیادی در فضا به سر می‌بردند، هم اکنون در مرکز توانبخشی در حال مداوا هستند و وضعیت اونها رو به بهبود است. بعد از 3 هفته مردم کشور به این قهرمان‌ها درود می‌فرستند. و حالا میریم به سراغ بخش خبرهای ورزشی، جایی که تیم فوتبال شوروی با شکست دادن هلند به صدر جدول برگشت. بازم می‌خوای بری رو اعصابم؟ می‌خوام ازت عذرخواهی بکنم. میخواستم وقتی استرسری سطح هورمون تو بررسی کنم. من عمدن تو رو ناراحت کردم. خب فردا تو جلسه میبینمت. فعلا. از پسرم خبری نداشتم. اون بهم چیزی نگفته بود. یه هفته قبل از پرواز بهم زنگ زدن. از روستوف تماس گرفتن، گفتن همسر سابقم مرده و پسرم کسی رو نداره. باید میرفتم دنبالش. منم از وجودش خبر نداشتم. وقتی که برگشتم میخواستم برم دنبالش و اینکه نمیدونم، بهش فکر نکردم. تو اگه جای من بودی چی کار میکردی؟ نمیدونم. من بچه ندارم. تاتیانا بگو چرا اینجا هستی؟ واسه درمان فراموشیم که نیومدی؟ تو از من چی میخوای؟ نمیخوای صحبت کنی یا نمیدونی؟ نمیتونم، چون کمکی از دستم بر نمیاد. تو فکر میکنی من کمک میخوام؟
سعی کن بهش نزدیک بشی. اگه من بودم موقعی کار حرف نمی زدم. نگران نباش، ما همه چیزو بررسی کردیم. اونا گیرنده یه صوتی ندارن. چرا دارن؟ داری چی کار میکنی؟ تاتیانا چی کار داری میکنی؟ مگه میکروفون کار نمیکنه؟ تاتیانا تو داری چی کار میکنی؟ خب به خود بگیر دیگه. بسیار خوب تاتیانا، دیگه کافیه. شیشه رو بردارین. چی؟ بردارینش. تو مطمئنی؟ مطمئنم. این کارو نکن. وایسا. لباس مخصوص بپوش.
بیارینش بیرون. خیلی خوب، آروم بذارینش همینجا. آره خوبه. ما اینجا گل زیاد نداریم، هرچی که بود جمع کردم آوردم. ببینم حالت خوبه؟ مشکلی که نداری؟ آره خوبم، ممنون. تو آدم خیلی شجاعی هستی، حداقل حالا موارد امنیتی رو میدونیم. اون از ذهن ویشنیاکوف استفاده میکنه. خوبه، بیشتر بگو، میشنوم. اون یه جورایی به اسباب بازی وابسته است، بهش تار کردن پسرش رو یادآوری میکنه. یعنی داره میگه این افکار ویشنیاکوفه، چون اون اسباب بازی واسه ویشنیاکوف با ارزشه؟ منظورم اینه که اون و ویشنیاکوف هر دوشون یکی هن، افکار یکسانی دارن. اون موجود میتونه به خاطرات و عادتاش دسترسی پیدا کنه، ولی نه به صورت خیلی دقیق. اون هر شب 1 تا 2 دقیقه بیشتر بیرون از بدن ویشنیاکوف وای میسه. یه روز هم مثل پروانه از شر پیله خلاص میشه. ما باید یه کاری بکنیم، به یه سری منابع احتیاج داریم، باید منتقلش کنیم به موسکو. موسکو؟ چرا فکر میکنی باید ببریمش موسکو؟ اونجا واسه مردم خطرناکه. ما چیزی درباره این موجود نمیدونیم. معلوم نیست این موجود بالغه یا در حال رشده. معلوم نیست همینطوری کوچیک میمونه یا شاید مثل کرم ابریشم تغییر کنه. اگه یه وقت از کنترل خارج بشه، من مجبور میشم بکشمش. جونه یه آدم در خطره. اون یه قهرمان ملیه، یه فضانورده. اگه قهرمانه، پس واسه این کار آماده است. آماده است تا خودش رو قربانی کنه. من هر روز گزارش های مبنی بر موفقیتمون به مسکو میفرستم، جزئیات این که غذا چی میخوره، زربانش چطوره، خوشحاله یا نه، خلاصه همه چیز. به خاطر اینکه دستور از بین بردنشو ندن. اونا خیلی وقت بود که ازم ناراضی نبودن. تو واسه هر چیزی آماده ای. امیدوارم که باشی. معذرت میخوام. دکتر یان؟ بله. به نظرت این مشکوک نیست؟ ممکنه مشکل فنی باشه. متوجه شدیم که سطح هورمونی ویشنیاکوف صبح و عصر خیلی متفاوته. انگار شب خیلی بدتر میشه. فکر کنم تو بدونی دلیلش چیه، نه؟ نه، من متخصص قدرت نیستم. پس خودت بهتره حلش کنی. تو یه سری مدارک رو حذف کردی. به نظرم اون موجود از ویشنیاکوف تغذیه نمی کنه. چی به خوردش میدین؟ خوک؟ زمینن من درخواست تحقیقات دادم، چی رو دارین ازم مخفی میکنی؟ مگه همین وسط کافی نیست؟ بذار یه نصیحتی بکنم. هرچی که اینجا میبینی رو فراموش کن و به هیچ کس چیزی نگو. اگه چیزی بفهمن کارمون ساخته است. وقتش که برسه همه چی رو به ویشنیاکوف میگم. میدونم واسه چی اینجایی، تو دنبال جایزه نوبلی، ولی بدون من نمیتونی پرونده تو پیش ببری.
اگه میخوای کارت پیش بره باید اطلاعاتو در اختیارم بذاری. فرمانده سمیرادوف هم لازم نیست خبردار بشه. گرفته؟ باز کنید. ازش درست استفاده کن. باتریش فقط تا 10 دقیقه جواب میده. رابیوف به جان. منو کجا میبرین؟ من عف شدم. تکون بخور. نه نه بلم کنین. خاموشی. اون دوربین رو خاموش کنید.
قبل از اینکه بیارمش اینجا اون به پرستارا حمله کرده بود. خودت هم تو پرونده دیدی. اما بهت گفتم که چیزی تو مدارک وشنیاکوف نیست. اون بعد از قتلش بلافاصله دوباره زنده شده بود. سعی کردیم بهش غذاهای مختلفی بدیم، از گاو و خوک و گوسفند گرفته تا موش. بعدش سمیرادوف پیشنهاد داد یکی از زندانی ها رو بیاریم تا اون بخورتش. بعدش همه چی عادی شد. خودت هم یه چیزایی فهمیده بودی از طریق آزمایش های هورمونیت. دیدی که چطوری رفتار میکنه. تنها کشتن برای اون کافی نیست، میخواد وقتی قربانی اونو میبینه با همه وجودش بترسه. اون همینو میخواد. وقتی مغز انسان میترسه مقدار زیادی کورتیزول تولید میکنه. وقتی حرف ترس بیاد وسط، ما آدم ها همیشه نفر اولیم. من فکر میکنم که اون موجود از کورتیزول تغذیه میکنه. ما به موفقیت بزرگی نزدیک شدیم. اگه قدرتمون رو با هم یکی بکنیم. ریگل تو آدم میکشی. من نمیکشم. سمیرادوف ترتیبشو میده. فکر کردی من یه حیوانم؟ تو حیوان نیستی، یه ترسویی. همسال تو فقط سرخام میکنه. صبح بخیر. من فیلم های جنگی خیلی بیشتر دوست دارم. این فیلم تخیلیه. تو چی دوست داری؟ بعد از اون حادثه دیگه حالت بهتر شده، میخوای یکم بدوی؟ اینجا فقط مثل باشگاه میمونه. نمیشه تلویزیون تماشا کنم؟ من میرم بدوم. لباس ورزشی خیلی بهت میاد. تالفه کردی ورزشکار بشی؟ نه. وقتی از اینجا رفتیم باید امتحان کنی. نمیتونیم حرفه‌ای دنبال کنیم، اما آماتور که میتونی. خوب گوش کن ببین چی میگم. تو با خودت از فضای موجودی آوردی که تو بدنت زندگی میکنه. اونا آدم ها رو به خوردش میدن. ما میتونیم ازت جداش کنیم، اما به یه راه حل دقیق احتیاج داریم. میشنوی چی میگم؟ زیر نظرت دارم؟ نمیدونم. شبا واسط مراقب میذارن یا نه؟ نمیدونم. شب سعی کن یه جوری بیای بلوک من، باشه؟ دکتر خیلی خستم کردی. من دیگه باید برم. فعلا رفتم. تو هم خوابت نمیاد؟ نمیتونی بیای تو راه رو؟ اطاعت؟ زندگی منم اینطوریه دیگه. میتونم برم فضا، ولی تو راه رو نمیتونم راه برم. کنستانتین سرگوهیچ، فکر میکنی کسی اون بالا هست؟ کجا؟ تو فضا. به خدا اعتقاد داری؟
بله اعتقاد دارم، اما اون تو فضا نیست. ببین به چی میگم. به من استراحت دادن، بیا بریم با هم فیلم ببینیم. اونا با هم دستگاه پخش دادن، تنهایی حوصله‌ام سر رفت. ولی من اجازه ندارم. بیا بریم. کنستانتین سرگویش، ما همچین اجازه ای نداریم. عجیبه نه؟ این من بودم که این بلا رو سرشون آوردم. اونو تو بدنت حس میکنی؟ من خود اون موجودم، فقط ظاهرم مثل آدمه و مسئولیتی هم ندارم. من همه چیز رو حس و درک میکنم، کوچکترین جزئیات. یادم اون چی دیده. اگه میدونستی چرا همون اول نگفتی؟ یه خورده فکر کن، اگه سمیرادوف بفهمه هیچ وقت منو ول نمی کنه. فرمانده آرچنکو، تاتیانا کمکم کن، فقط دو هفته وقت داریم، همینطور به کارت ادامه بده. سمیرادوف چاره ای نداره، اتحادیه ی مسکو میاد و نجاتمون میده، اما واسه این کار باید حواسمون جمع باشه.
من نمیخوام اینطوری بشم. اون تا دو هفته کلی آدم میکشه، باید احساسش کنی. بریم. جایی من بودی چی کار میکردی؟ سرتو میکوبیدی به دیوار؟ آره. من تصمیم نگرفتم که آدم به خوردش بدن. کارای سمیرادوف به من ربطی نداره. من به کسی چیزی نگفتم چون ممکن بود جونم رو از دست بدم. مادرم تنها زندگی میکنه، من میخوام برم خونه، میخوام زندگی کنم، میخوام برم دنبال پسرم. ولی اون حیوان نمیخواد، واسه همین تو رو انتخاب کرده. یعنی من حیوانم؟ و اون وقت توی شاهزاده ای؟ وقتی تو راحت تو دفترت نشسته بودی، من داشتم تمرین میکردم تو واسه پرواز آماده بشم. من از زندگیم گذشتم، ولی حاضر نیستم از جون من بگذرم. شنیدی چی گفتم؟ گفتم حاضر نیستم ازش بگذرم. بهتر از اینجا بریم. کاری بچه شیطون، چیزی نشد. ببینم تو هم دیدی یه حیولو انداختن گردنمون. من که نمیفهمم این از کدوم گروهه. فکر کنم از گروه بیماراست. گمونم عقب مونده از، اما خیلی شیطونه. جناب فرمانده، میتونی بری. تاتیانا، میدونم که شروع خیلی خوبی نداشتی. باید از اول همه چیو بهت میگفتم. دقیقاً چیو؟ این که آدم به خورده اون موجود میدی؟ این کارو که پیش گرفتی مشخص نیست تا کجا پیش بره. کسی که پیشش بود الان میشه شام اون جونور. باید یاد بگیریم کنترلش کنیم. تو فقط دنبال همینی؟ یا اسلحه؟ بله. تو از انواع سلاحات چی میدونی؟ اسلحه میتونه محافظ معطوف فضا باشه، مثل سگای بزرگی که میتونن گلوتو تیک پاره کنن. اینجوری حیوانا برای کنترل یه فرمانده میخوان. تو آدم رو به خوردش میدی؟ آدم؟ سرگئی گنادویچ، متولد سال 1952. پاراگراف 77 سر و سو سر افتر بخون، میفهمی چرا محکوم شده. به یه بچه 12 ساله تعرض کرده. میشه اسم اونو گذاشت آدم؟ بعدش هم کشتنش؟ مردم هر روز تو انگولا و افغانستان کشته میشن. اون فقط غذای یه موجود شده. اگه موافقت بفهمن حتما ازت شکایت میکنه. آره. ما از ابتکار عمل خوشمون نمیاد، اما دکترها و سربازها اینطوری نیستن. بعضی وقتا خودشون تصمیم میگیرن و در آخر هم از برنده هیچ انتقادی نمیشه. من حاضرم مسئولیتشو به عهده بگیرم. تو هم همینطور تاتیانا. تو منو نمیشناسی. اتفاقا تو خودتو نمیشناسی. بی خیال، این کار به نفع ما است. نشونت میدم همه که از صندوق عقب با دوربین نگاه نمیکنن. جناب سمیرادوف، این کار یکم زیاده رویه. اینو واسه یه خودمون دارم میگم. یا نندج، تا حالا به عواقب کارت فکر کرده ایم؟
واسه یه چی؟ تو غذا خوردنشو به تاتیانا نشون دادی. این خلاف دستوراته. ببرینش. بعدی لطفاً این کارو نکن. یه راه دیگه پیدا میکنم. فکر نکنم به این زودی ها پیدا کنی. درو باز کن. سازگار میشه، داره بهش گوش میده. میلیون ها گل روز، میلیون ها گل روز، کی تو رو دوست داری؟ میلیون ها میلیون میلیون گل روز. وشنیاکوف میتونه کنترلش کنه؟ نه، هنوز نمیتونه. تاتیانا، من نتیجه میخوام. باید یاد بگیری کنترلش کنی. بدون تو این کار سختیه. بیا از این به بعد همینطوری کار کنیم. کینه رو بذاریم کنار و بدون دروغ کار کنیم. تمام مسئولیت ها به گردن منه. میتونی بگی من وادارت کردم این کارو بکنه. اگه بشه قدرت زیادی تو چنگمونه. نظرت چیه؟ تاتیانا گرفتم.
جواب این که چرا ویشنیاکوف رو انتخاب کرده اینه، چون آرچنکو سرطان داشت، سرطان کلیه که تو مراحل اولیش بوده. تا وقتی سرطان عود نکرده تشخیصش غیر ممکنه، اما ظاهراً اون موجود حسش کرده. کورتیزون زیاد تو بدنش باعث جلوگیری از مخفی شدن میشه، برای همین اون موجود نتونسته برای سازگاری با بدنش بهش متصل بشه. بیا نزدیک. چهار تا میتریپون و تریلوستان بهش بزن. ترکیب آرام بخشش خیلی قویه و باید ساعت دو بهش تزریق بکنی. تریلوستان؟ امروز با هم فرار میکنی. من نمیتونم. بسه، بهتر یکم به خودت بیای. ما دانشمندیم نه دکتر. اینجا رو ببین، زبونش رو میبینی؟ نمیخواد به ترسی ریگل. کمک کن. اگه تونستی بری میتونم بگم که تو با خودت بردیش. اگه من نتونستم بیام میگم از چیزی خبر ندارم. واقعا ممنونم، کمک خیلی بزرگی کردی. تو به بوستیران حساسیت نداری؟ فکر نمی کنم باشم. چی کار داری میکنی؟ تصمیم بگیر چونه بریگل، میخوای با هم بیای یا نه؟ حواست به در باشه. اصلا وقت نداریم، پس با دقت گوش کن. سمیراتوف سعیشو میکنه تا این موجودو همینجا نگه داره. من یه راهی بلدم تو ازت جداش کنم. چرا اومدی تو سلولم؟ میتونستم بکشمت. اما نکشتی، چون من دوستتم. این یه داروی هورمونیه، طوری رو بدن تاثیر میذاره که انگار مریضی، مثل آرچنکو. اینو به موجود تزریق میکنیم تا مجبور شه بیاد بیرون. بدون تو بیشتر از یک ساعت زنده نمیمونه، اما واسه بردنت به آی‌سی‌یو وقت زیادی میخواد. اگه اشتباه کرده باشم چی؟ اگه دارو اثر نکنه چی؟ آزادش میکنیم که بره؟ باید تو پناهگاه این کارو بکنیم. اونجا کسی نیست، نور خیلی کمی هم داره. نه، نه، فقط باید برسونیمت بیمارستان. من اونجا یه کاری میکنم، یه راهی پیدا میکنم. چرا؟ تاتیانا تو نمیفهمی، میرم جای دیگه، لازم نیست جداش کنی. این جونه بر هیچ وقت ولم نمیکنه، اون جونمو نجات داده. این طرز فکر توی این سویچ ماشینه، اونو میکشنت، باید با همون بیای. نگران نباشین، بالاخره یه جوری باشون کنار میام، خودم رو نجات میدم. متشکرم.
دکتر ریگن هستم از مقر آلفا 4. لطفا گوش کنین، میخوام اطلاعات خیلی مهمی بهتون بدم. چه خبره؟ دارن فرار میکنن، بیشنیاکوف و دکتر کلیموفا. گروهی ضربت رو بفرستین، بیشنیاکوف و اون جونورش خیلی خطرناکن. وایسین بیشنیاکوف، دو قدم برو سمت راست و بخواب زمین. خودتون رو تسلیم کنین تا کسی صدمه نبینه. شلیک نکنین. آتر! من اسم تمام کسایی که مردن رو توی اون لیست نوشتم. لطفاً خوب توجه کنین، تمام این افرادی که گفتم همشون جزء لیست ویژه بودن. خبر داری؟ الان داشتی جاسوسیمونو میکردی؟ یان، توی قهرمان نیستی؟ من قهرمانا رو خوب میشناسم، تو شبیشون نیستی. به خاطر زحماتت خیلی سریع میکشمت. با دقت بگردی تیم 108 به جای خواب واکسنو بده. همه زنو خوب بگردی، بدش به من. همین اطرافه. تو برو سمت راست، زود باش. جلوشو بگیر. آتش! نذاری دست بسه بکشنش. غلطی بزنینه. شلیک کنی، شلیک کنی. صبر کن.
داره بدتر میشه. بدون اون زنده نمیمونی. هنوز میتونیم موفق شیم. میتونیم. بیا بریم. نظرت عوض شد تاتیانا یورو نه؟ اشتباه میکنی. دیگه نمیتونیم جداشون کنیم. اونم زندگی خودشو داره. اگه از هم جداشون میمیرن. میدونم. همین اشتباه میکنم. ولی ما که نمیتونیم بذاریم اونا بمیرن، مگه نه؟ میدونی در اصل مشکل ما با هم چیه؟ اینه که تو سعی میکنی همه رو نجات بدی، اما زندگی اینطوری نیست. همیشه باید یکی رو انتخاب کرد. میتونیم جداش کنیم. من فکر همه جاشو کردم. Thank you.
ببینم چیزی شده عزیزم. چرا نمیری به خوابی؟ اصلا واسه چی بیدار میشی؟ میخوای باهاشون چیکار کنی؟ با اون پاها کجا میخوای بری؟ ببینم پدر مادرت زندن؟ خیلی خوب، من باید برم این دور و بر یه گشتی بزنم، وگرنه به هم هیچ پاداشی نمیدن. سلام. تاتیانا کلیموفا هستم، برای سرپرستی الیشا رومانوف اومدم. اشکالی نداره، خدا همه ما آدم ها رو دوست داره. منو ببین، 20 سال کارم همینه، اما از وضعم راضیم. یه وقت گم نشی بچه. گم نمیشم، تاتیانا اومده دنبالم. تو لیشا هستی؟ اسم من تاتیانا هست. سلام تاتیانا. مدیر دوبلاژ ایمان فاخر، صدابردار شیدا گودرزی، صداپرداز محسن رجبی فر، مترجم مهدی رشید مراد، دوبله اختصاصی فیلیمو.